دوستان خسته نباشید، من کیان هستم و به کانال یادگیری گواهینامه آلمانی به روش گام به گام خوش اومدید. امروز صفحه 8 رو کار میکنیم که از سال 21 شروع میشه و امیدوارم که همه رو به خوبی یاد بگیرید و متوجه بشید. اوکی، میریم سال 21. زی نهن زیشتم لسوک der gerade mit etwa 60 km/h auf ihrem Fahrstreifen wechselt. Welche Möglichkeiten haben Sie? خب میگه کامیون جلوی شما با سرعت تقریبا 60 کیلومتر در ساعت میخواد داخل اتوبان شود، یعنی میخواد به اتوبان وارد بشه. شما چه امکانی دارید؟ یعنی چه چیزی رو پیش رو دارید؟ گزینه 1. Dem Lastzug das überwechseln ermöglichen und den Fahrstreifen beibehalten. در مسیر خود برانندگی ادامه داده و در صورت لزوم با کم کردن سرعت خود کامیون را مثلا به کامیون اجازه داد که وارد بشه. این درسته. گزینه 2. Unter sorgfältiger Beachtung nachfolgende Fahrzeuge auf den linken Fahrstreifen wechseln. در صورت امکان و توجه به ترافیک عقبی مسیر دست چپ، یعنی به سمت مسیر دست چپ بروید. این هم درسته، اگه پشت سرتون کسی نباشه و توی لاین سرعت کسی نباشه میتونید مسیرتون تغییر بدین اگه سرعتتون زیاده. اوکی، گزینه 3. البته آره، گزینه 3. فاشتقیفن بای بهالتن لیشتوپه بتتیون اون گاز گیون. میگه در مسیر خود به رانندگیتون ادامه بدید و از بغض زدن با چراغ، اینا یه اشاره داریم که ما نور بالا میدادیم داخل ایران، اینم همونه، نور بالا بدید و سرعتتون رو زیاد کنید و این اشتباه است، به صورت عقلانی نیست و احتیاط خیلی شرط عقل واقعا اینجا. اوکی، سوال 22. Woran können Sie erkennen, ob die Nebelschlüssellichte eingeschaltet ist? میگه از روی چجور میتوانید تشخیص دهید که آیا چراغ عقبی مهشکن روشن است یا خیر؟ گزینه 1. Under blauen Kontrollleuchte، از روی چراغ کنترل آبی رنگ، که آبی رنگ میشه چراغ نور بالا که فرنلیش هست و این نمیشه. گزینه 2. Under gelben Kontrollleuchte، از روی چراغ کنترل زرد رنگ، که این درسته. و گزینه 3. Under roten Kontrollleuchte، از روی چراغ کنترل قرمز رنگ، که معمولا اشتباه، چون قرمز رنگ یا حالا باتری هست یا اگه اشتباه نکنم چراغ اخطار و کمربند، اینا قرمز هست. پس شد چراغ کنترل زرد رنگ، gelben Kontrollleuchte. سوال 23. Hinter einem LKW hat sich eine PKW-Kolonie gebildet. Welcher PKW sollte zuerst überholen? میگه که در عقب یک کامیون قطاری از ماشین شخصی تشکیل شده است. منظور از قطار یعنی ترافیکی است که پشت هم هستن. کدام یک از ماشین‌ها اجازه دارن جلوتر از کامیون سبقت بگیرن؟ گزینه 1. Der letzte PKW der Fahrzeugkolonie، که میشه آخری ماشین در قطار تشکیل شده، که این اصلا عقلانی نیست که تا بخوان این ترافیک رو سبقت بگیره و کامیون رو سبقت بگیره کلن از روبروی که اومده اینم له شده. گزینه 2. در ارست پکاوی هینت دمل کاوی، اولین ماشین پشت کامیون. این درسته، تک تک این به صورت واضحی هست. گزینه 3. سال 24. Wodurch lässt sich Kraftstoff einsparen؟ به چه وسیله میتوان از سوخت زیاد بنزین جلوگیری کرد؟ از سوختن زیاد بنزین جلوگیری کرد، یا مصرفتون رو کم کنید، یا همچین چیزی هم معنی میده. گزینه 1. Durch frohes Hochschalten، بازدن چیز دنده ها با فور به زودی، یعنی مثلا شما دنده بندنتون که میخوان ببرین بالا
زود دنده را تعویض کنید، یعنی نذارید دنده تا آخر بره، که این درسته. شما دورموتورتون رو نباید بالا بیارید چون خودش مصرف سوختتون رو میبره بالا. رو دورموتور متوسط که حالا بسته به ماشین مختلف از بین 4 تا 5 یا 5 و نیم، البته معمولا جدیدن 3 و نیم تا 4 و نیم این دنده عوض کنید. گزینه دو، دوش اشپیتس سوغو شلتن، پایین زدن دنده با فرصت کم، یعنی شما سریع دندتون رو کم کنید، اونم درست. گزینه سه، دوش هایفیگس فاقن ایم آبن دقیق سلوغش، میگه راندن بیشتر در دورانهای دورموتور بالا. خب این اشتباه، بهتون گفتم وقتی دورموتور رو بالا برونید هم مصرف سوختتون زیاد میشه، هم استهلاک ماشین کلا میره بالا و امکان داره موتور عمرش هم کم میشه کلا. پس گزینه یک و دو درسته و سه غلط. این کنارش به فارسی هم نوشتم که کلا بدونید که حتی اگه با چراغ هم نتونستید ببینید، چون بعضی از دوستان مشکل دید توی رنگ دارن، من این پایناش هم هست، گزینه های درست غلط درست اینا رو نوشته شده. این سوال 25، وقف وایسن زی میتفاقا فودم اوزشتگین هین، یعنی قبل از آنکه سرنشینان از اتومبیل پیاده شوند چه مسائلی رو باید بهش دقت کنید. داف دس بایم اوزشتگین ان قد بگن قد فاقا وات فلیشتیش زیند، میگه هین پیاده شدن کنار را، کنار راه دوچرخه، دوچرخه سواران موظف هم انتظار بکشن، یعنی صبر کنن، که این اشتباهی دو شخص سواری قطعا صبر نمی کنه، این مسیر فرار پیدا می کنه، این احتیاط نمی کنین داخل این کار اگر انجام بدید، پس این اشتباه است. گزینه دو، بایم آوزشتگن نخلینگس در فلیسند فکرسو وقتن است، میگه کسانی که سمت چپ پیاده می شوند باید متوجه جریان ترافیک باشند. این درسته، شما اگر سمت چپ ماشین که میخوان پیاده شید باید خیلی مواظب باشید که ماشین کنارتون رد نشه که در رو بکنه یا به شما بخوره یا تصادف کنه با شما، خیلی باید مواظب باشید. گزینه سه، من بایم آوس شایگن نخقشت اف فوسگنگ اختن موس، کسانی که سمت راست پیاده میشن باید متوجه آبرون پیاده باشن. اینم درسته، شما سمت راست که میخوان پیاده شین که در ماشین رو به عابر پیاده نزنید، یا مثلا دوچرخه میخواد رد شه به شما نخوره، این خیلی مواظبات باشید. اوکی، گزینه دو سه درست شد، یک غلط. میریم سوال 26، دس بغمس پدال لستیش بیس سوم فاسوک بودن دوشت قیتن ارس بای میمالیگا بتیتیگونگ وید در پدال و کودسا، واس موسن زیتون، پدال ترمز خیلی زیاد تا آخر پایین می رود. بعد از چندین بار تکرار کردن فاصله کوتاه می شود. در این صورت چه کار می کنید؟ اوکی. گزینه یک، بغم سلوسش کرد نخ فولن گنوکت، یعنی زیاد کردن روغن ترمز کافی، یعنی اونو زیاد کنید که اصلا ربطی نداره. گزینه دو، فات ساک زفورت عوشتدن، از روشن موندن ماشین جلوگیری میکنه و ماشین رو خاموش میکنه. این درست، بغمز قپقی قنلسن، دستگاه ترمز رو کلن تعمیر میکنید، این سریعن یا فوراً تعمیر میکنید، که اینم درسته، این کاملا طبیعی و عقلانی است، کامل جوابا رو اگه کامل بخونید خیلی عقلانی است. دو سه درسته و یک غلط. سال 27، و فور موسن زی فور انتریت اینا فات میت ایرم پکاوه زوگن، قبل از آغاز رانندگی با اتومبیل به چه مسائلی باید توجه کرد؟ گزینه یک، دست آختی میت فاقه دی فور هندنن زیش هایت گویت انلیگن کنن، همه سرنشینان کمربند ایمنی را ببندن. خب این که طبیعتا خیلی درسته و شما همیشه باید کمربندتون رو وقتی سوار ماشین میشید ببندید. گزینه دو، دست زی نخ هینتن اوزقایشنده زیشت هبن، نباید وسایلی مانند صندوق یا جعبه کمک اولیه دوربین کتاب یا نقشه و این چیزا که میگه در پشت صندلی عقب آزاد گذاشته شود. این هم درسته، یعنی شما هیچ وسایلی رو آزاد نباید پشت
صندلی عقب بذارید که حتی توی ترمز برگردن مثلا به شما برخورد کنن یا حالا خطر آفرین باشن. گزینه 3 das keine Gegenstände zum Beispiel Verbandkasten Autoatlas Fotograf که اونم بکنم آها گفتم من این قسمت سوال اشتباه شد. معنی گزینه قبلی دستی nach hinten ausreichend sich haben دید کافی از پشت داشته باشید، این درسته. آره اون برای سوال دو بود. گزینه دو معنیش میشه که دید عقب باید کافی باشد که اونم درسته. و گزینه سه بود که دست کاین گگنشتنده، یعنی وسایلی نباید هیچ وسایلی نظیر مثلا دوربین و کتاب و نقشه و کمک های اولیه است آزاد به صورت آزاد پشت صندلی گذاشته شه که اینم درسته. پس تا گزینه درست شد. میریم سوال 28. Wegen einer technischen Veränderung Ihres Fahrzeugs müssen Sie eine Begutachtung durchführen lassen. Wozu sind Sie verpflichtet? به علت تغییر تکنیکی که در وسیله نقلیتان وجود آمده باید آن را در نظر کارشناس فنی بگذارید. چه مسائلی را باید در نظر بگیرید؟ Bescheinigung über die Begutachtung یعنی گواهی کارشناسی را، یعنی این منظورش گواهی کارشناسی که میخواد اونو چک کنه. گزینه 1 sofort dem Fahrzeug Ersteller übersenden. بلافاصله به کارخانه تولید کننده اتومبیل بفرستید. خب اشتباه است، همچه اتفاق نمیفته. گزینه 2 mitführen oder Fahrzeugpapiere berichtigen lassen. با خود نگه دارید، آن را به ثبت اسناد اتومبیل برسانید، به ثبت سند اتومبیل برسونید. این درسته، گواهی کارشناسی رو منظورشه. و گزینه 3 an der davor vorgesehenen Stelle in den Fahrzeugbrief ankleben. در محل معین شده در سند مالکیت بچسبانید. این اشتباه است و همچین چیزی نیست. فقط گزینه 2 درسته که باید ثبت سند بشه. Okay, nimm Sie alle bist du no. Sie fahren 50 km/h und haben eine Sekunde Reaktions. Wie lang ist der Reaktionsweg nach der Faustformel? وقتی سرعت 1 ثانیه است، خط عکس العمل یا واکنش شما در سرعت 50 کیلومتر طبق فرمول چقدر است؟ که این همیشه 1 ثانیه رو میده، هیچ وقت نمیاد بگه 4 ثانیه. اینو پنیک نداشته باشید، اصلا همیشه 1 ثانیه است و فقط اون سرعت 50 کیلومتر رو تغییر میده که نسبت به اون، نسبت به فرمولایی که قبلا کار کردین و هست، فرمولاش هم هست، اونم براتون نشون میدم فرمولاشو. میتونید که اینا رو به دست بیارید، این متر رو به دست بیارید و راحت بنویسید. و میگم اینایی که به صورت عددی هست، سوالاتی که به صورت عددی هست، همیشه برای خودتون دفترچه داشته باشید و اینا رو یادداشت کنید، چون زیاد نیستن ولی دو سه تاشون داخل امتحان میاد و نمره هم داره. خب اینجا برای 50، برای سرعت 50 کیلومتر ریاکسیون 1 وقتی شما می‌خواید ریاکسیون وگو به دست بیارید 15 متر میشه. در سرعت 50 کیلومتر. اوکی؟ این سوال 3. Worauf müssen Sie sich einstellen? Wenn es nach der längeren Trockenheit anfängt zu regnen. در اثر بارندگی ناگهانی بعد از مدت‌ها خشکی به چه خطراتی باید توجه کرد؟ گزینه 1 auf eine gefährliche Schmierschicht auf der Fahrbahn. آب باران با کثیفی های روی خیابان مخلوط میشه و خیابان لیز میشه. این درسته. گزینه 2 auf einen kürzeren Bremsweg. فاصله خط ترمز کوتاه میشه. خب این درست نیست. طبیعتاً معمولا ماشین بیشتر لیز میخوره. گزینه 3 auf schlechtere Sichtgleich nach Einschalten der Scheibenwischer. در آغاز بارندگی میدان دید با وجود به کار انداختن برفاکن ها محدود می شود. درسته، یعنی شما وقتی
برفاکنان روشن میکنید، میدان دیدتون کم میشه و حتی وقتی زمین کثیف باشه از حرکت ماشین جلویی این ذرات آب کثیف روی شیشه شما میریزه و مجبور میشین هی برفاکن بزنید و جلوتون رو نمیبینید. اینم درسته. پس گزینه 1 و 3 درسته و 2 غلط. اوکی، در اینجا صفحه 8 رو تموم کردیم. امیدوارم که موفق باشید و ادامه ویدیو رو توی قسمت بعد میبینید.